نرخ رشد جمعیت ما در دهه 60 بالا بود، به عبارت دیگه نیروی کار بیشتری و با نرخ بالاتری در شرایط سالهای اخیر به بازار کار وارد شده و تقاضای کار کرده. من احساس میکنم که در محاسبه نرخ بیکاری از این رشد بیشتر جمعیت در سالهای اخیر داره غفلت میشه. اگر فرض رو بر این بگیریم که نرخ بیکاری در کشور ما مطابق با 1383 باشه و تغییری هم نکرده باشه، باز هم باید گفت این نرخ رشد بیشتر جمعیت رو که دولت تونسته براشون کار ایجاد بکنه و اونها رو شاغل بکنه یک موفقیت بزرگه. علاوه بر این که این رشد بیشتر جمعیت و جمعیت متقاضی کار رو دولت تونسته پاسخ بده، از خالص نرخ رشد هم تونسته کاهش بده و این برای ما محسوس و ملموسه. البته احساس کردم بعضی از افراد دارن عوام فریبانه اینجا مسئله رو مطرح میکنن. خود مردم ایران قضاوت کنید، مردم شما در هر خانواده تون چند تا آدم بیکار دارید؟ مسلماً همه مردم احساس میکنن که بچه های بیکار خونهشون وجود دارن. آیا صرف این که مردم این رو درک میکنن به معنی که نرخ بیکاری فرش پیدا نکرده؟ آیا مثلا دولت مدعی بوده که نرخ بیکاری رو به صفر رسونده که حالا اینها میان ادعا میکنن شما خانواده ها خودتون میدانید که بیکاری دارید؟ همینقدر که تونسته باشن از بیکاری 2-3% کاهش بدن خودش یک موفقیت بزرگه، ولی گرچه به معنای به نقطه صفر رساندن مسئله بیکاری نیست. ایشون مملکت ها کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه. مردم همه صحبت های کنار هم بیذارین، این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو گول بزنن، نقشه خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنه که شما به اصطلاح به بیراه برن. برگردید به موازه امام، برگردید به موازه امام، اینقدر انحراف از موازه امام با از شما بعیده.